امپکت فاکتور چی هست و یک جورنال دارای کدام امپکت فاکتور باشه خوبتر بوده میتونه. سلام دوستای عزیز، در چینل لرنینگ و تقنی خوش آمدین. امروز بحث ما بالای امپکت فاکتور ها هست. امپکت فاکتور در مجموع برتان به معرفی میگرم که به خاطر چی استفاده میشه. مباحثی که امروز بالایش ما صحبت میکنم، امپکت فاکتور چی هست، یک تعریف از امپکت فاکتور می داشته باشیم، چرا ما از امپکت فاکتور استفاده بکنیم و این امپکت فاکتور ها چه قسم محاسبه میشن و امپکت فاکتور ها کدام لیول امپکت فاکتور ما خوبتر بوده میتونه، یک جورنال دارای کدام امپکت فاکتور بوده باشه و جورنال خوب گفته میتونیم. دیگه ما امپکت فاکتور های جورنال ها را چه قسم پیدا کرده میتونیم. در قدم نخست امپکت فاکتور چی هست؟ The impact factor or journal impact factor of an academic journal is a centimetric index calculated by Clarivate that reflects the yearly mean number of citations of articles published in the last 2 years in a given journal as indexed by Clarivate Web of Science. خب امپکت فاکتور چی هست؟ امپکت فاکتور محاسبه سایتیشن های مقالات که در یک جورنال سایت شده و یا سایتیشن شده. اگر در یک جورنال فرض مثال 10 مقاله را نشر کرده باشه و این 10 مقاله چند سایتیشن که گرفته باشه، او توسط ویب آف ساینس یا کلاریویت انالیتیکس انالایز میشه، در یک سال بعضی اوقات در 2 سال محاسبه میشه و به نشر گذاشته میشه. امپکت فاکتور در حقیقت امو آمار سایتیشن های مقالاتی که در یک جورنال نشر شده است امو را میگیم. خب بیایم در مورد امپکت فاکتور بیشتر صحبت بکنیم. امپکت فاکتور ها را به خاطر چی استفاده میکنیم؟ در حقیقت امپکت فاکتور ها را به خاطر مقایسه جورنال ها ما استفاده میکنیم. این هیچ تأثیر بالای مقایسه مقالات ما نداره. به این معنی نیست که یک جورنال که امپکت فاکتورش 10 بوده باشه این نمبر اثر مستقیم بالای مقالات ما گذاشته باشه. نه، ما این را به خاطر محاسبه جورنال ها استفاده میکنیم. و چه قسم ما محاسبه میکنیم؟ آیا یک جورنال که در بخش طبابت مقالات را نشر میکنه، او را میتونیم با جورنال هایی که در بخش ترجمه مقالات را نشر میکنه مقایسه بکنیم؟ نه خیر دوستان، جورنال های مشابه در یک فیلد، یعنی در یک بخش، در یک ساحه مشخصی که فعالیت دارن، ما میتونیم او را محاسبه کنیم. فرض مثال ما یک مقاله را در مورد در بخش ترجمه نوشته کردیم و ما جورنال هایی را که در بخش ترجمه نشرات دارن و فعالیت دارن او را پیدا میکنیم. فرضاً ما 4 جورنال را پیدا کردیم، میبینیم که بلندترین امپکت فاکتور جورنال ها چند هست. ممکن 10 بوده باشه، ممکن 15 بوده باشه، ممکن 7 بوده باشه. و جورنال دومی ما ممکن 5 امپکت فاکتور داشته باشه، جورنال سومی ما شاید 2 امپکت فاکتور داشته باشه و به میمنوال امپکت فاکتور ها شاید فرق بکنه. ما در اینجا مقایسه میکنیم که در کدام جورنال ما مقالات خود را نشر بکنیم. به این شکل نیست که مثلا ما یک جورنال را که در بخش طبابت فعالیت داره او را بیاریم با یک جورنال که در بخش ترجمه فعالیت داره با او مقایسه بکنیم، چون فرضاً مقالاتی که در بخش طبابت نشر میشه سایتیشن زیاد داره، خواننده زیاد داره و امپکت فاکتورش ممکن خیلی بلند بوده باشه. شاید امپکت فاکتورش 40 بوده باشه، شاید 35 بوده باشه، چون در اون ساحه تحقیق زیاد است، سایتیشن زیاد هست و مراجعین زیاد هست و کسای زیاد اونجا میرن و میخونن و تحقیق میکنن. اما شاید در بخش ادبیات کمتر بوده باشه. بنابراین ما
هرگاه خواسته باشیم امپکت فاکتور ها را محاسبه بکنیم، مقایسه بکنیم، میایم در بخش که ما مقاله نشر میکنیم ژورنال ها را در مو بخش پیدا میکنیم، بعدا کدامش که امپکت فاکتور را بالا داشت امو را ما انتخاب میکنیم. اگر ژورنال که امپکت فاکتور را بالا داشته باشه چی معنا میده، چی فایده ای را داره؟ هرگاه امپکت فاکتور ژورنال بالا باشه به این معناست که بیشترین خوانندگان یا بیشترین مراجعین در اونجا هست، یعنی بیشتر محققین، بیشتر خوانندگان، محصلین و هر کسی که بوده باشه در بو بخش فعالیت داشته باشه میرن امو ژورنال را میخونن. به هر اندازه که امپکت فاکتور ژورنال ما بالا باشه به مو پیمانه خواننده او ژورنال زیادتر هست. از او خاطر میتونه که مقالات ما سایتیشن زیاد بگیره و زودتر تاثیر مستقیم را برای بک‌گراند ما داشته باشه. دیگه این امپکت فاکتورها توسط کی محاسبه میشه؟ کدام مرجع محاسبه میشه؟ امپکت فاکتورها توسط ویب اپ ساینس یا همو کلارویت انالیتیکس محاسبه میشه و یا قسمی که بیشتر گفتم هر سال و یا دو سال به نشر سپرده میشه و هر آن ژورنالی که عضویت SCIE یا SSCI و یا کلارویت انالیتیکس ویب اپ ساینس را داشته باشن و داره ایندکس های قوی بوده باشن، عضویت وارا گرفته باشن، میتونن شامل امپکت فاکتور باشن. گفته امپکت فاکتور is necessary when we compare journals in subject category. بله، قسمی که بیشتر گفته ما تنها امپکت فاکتور ها را به خاطر مقایسه ژورنال هایی که در یک ساحه مشابه فعالیت دارن استفاده میکنیم. فرض بکنیم کدام امپکت فاکتور به یک ژورنال خوب بوده میتونه. اگر ما خواستیم در بخش ادبیات ژورنال های را پیدا بکنیم، فرضاً ما 5-6 ژورنال را پیدا میکنیم و میبینیم که بلندترین امپکت فاکتور در ساحه ادبیات 10 است. اگر 10 بود اعلی هست، یعنی بلندترین امپکت فاکتور 10 بود، بنابراین 10 اعلی هست. اگر در صورتی که آمار نهایی ما در بخش ادبیات فرض مثال 10 بود، بنابراین ما میتونیم بگیم که امپکت فاکتور که 3 بوده باشه امپکت فاکتور بدی نیست، به در کاتگوری امپکت فاکتور خوب میآید. اگر پایان تر بود ممکن خواننده کمتر را داره و این امپکت فاکتور ها نشان دهنده کیفیت ژورنال ها هست که در هر بخشی که فعالیت داشته باشه و هیچ تأثیر را بالای مقاله ما نمیگذاره. و بعضی ژورنال های هستن که جدیدن تأسیس شدن و عضویت ویب اپ ساینس را هم دارن، SCIE را هم دارن، SSCI را هم دارن، اما دارای امپکت فاکتور نیستن. بله، تایی که یک سالشان پوره نشه یا دو سالشان پوره نشه راپور امپکت فاکتور توسط ویب اپ ساینس به نشر نرسه و دارای امپکت فاکتور نمی باشن. بنابراین ما گفته نمیتونیم که همچون ژورنال هایی که جدیدن تأسیس شدن داره امپکت فاکتور نیستن، ژورنال های معتبر نیستن یا ژورنال های خوبی نیستن، همچون چیزی نیست. و هم بعد از مدت ها امپکت فاکتورشان بالا میره و در کاتگوری ها شامل میشه. و یک مورد مهم را خاطر نشان بسازم که بعضیا فکر میکنن هرگاه ژورنال که امپکت فاکتورش پایان بوده باشه بالای مقالات ما تاثیر منفی میگذاره. نه خیر دوستان، به هر اندازه ای که امپکت فاکتور بلند باشه یا پایان باشه بر مقاله شما هیچ تغییری نمیاره و هیچ تاثیر منفی بالای مقالات شما نداره. بیشتر که گفتیم امپکت فاکتور ها تنها به خاطر رنکینگ های ژورنال ها هست، رنکینگ های مقالات نیست، فقط رنکینگ ردبندی ژورنال ها را بر ما نشان میده. دیگه امپکت فاکتور ها چه قسم محاسبه میشن؟ محاسبه امپکت فاکتور ها سایتیشن امو سال را، یعنی چند بار به حیث منبع یا مأخذ قرار داده شده، مثلا در سال 2001 چقدر منبع گرفته یا سایتیشن گرفته در 2022، یا را جمع میکنیم
تقسیم چی میکنیم؟ چند مقاله که در سال 2021 جمع در سال 2022 نشر کرده تقسیم میکنیم. فرض مثال یک جورنال ما در سال 2021 568 سایتیشن گرفته و در سال 2022 674. این را با هم جمع میکنیم میشه 1242. و همین جورنال ما در سال 2021 1000 مقاله را چاپ کرده و در سال 2022 هم 1000 مقاله را چاپ کرده، بنابراین میشه 2000. مجموعی سایتیشن هایی که یک جورنال در مقالات خود گرفته تقسیم مقالاتش میشه که امپکت فاکتورش از امی محاسبه میشه. در سال 2023 امپکت فاکتور امی جورنال ما 0.621 است. به این شکل ما امپکت فاکتورها را میتونیم محاسبه بکنیم. موضوع مهم دیگه ای که ما چطور میتونیم امپکت فاکتورهای جورنال ها را پیدا بکنیم، چند راه موجود است دوستا. یکی از راه هایی که میتونیم امپکت فاکتورها را پیدا بکنیم سایت بایو اکس بایو هست که ما عملا میریم و میبینیم که چه قسم میشه امپکت فاکتورهای یا امپکت فاکتور یک جورنال را در اونجا پیدا بکنیم. فرض مثال اینی وبسایت بایو اکس بایو هست، می خواهیم که یک جورنال را مثلا در بخش ترانسلیشن فعالیت داره پیدا بکنیم. فرض مثال ما چنین جورنال را پیدا کردیم که نامش از ترانسلیشن استادیز و در اینجا ما می بینیم در سال 2022 و 2023 که امپکت فاکتور از اپدیت شده که دارای امپکت فاکتور 1 می باشه، یعنی مجمع سایت های از 622 بوده. در سال 2022 امپکت فاکتور از 1 بوده، در سال 2020 امپکت فاکتور از پایان تر از 1 بوده و چندین ساله گزارش از این را میتونین پیدا بکنین. اگر خواسته باشیم جورنال را در مورد فرض مثال کووید فعالیت داشته باشه یا در بخش تبابت مقالات را نشر کرده باشه، فرض مثال جورنال را به نام کووید 19 پندمیک ما پیدا میکنیم، میبینیم که چنین جورنال هست و در مجموع معلومات جورنال هم میتونین پیدا بکنین. همه مواردی که شما نیاز دارین در اینجا دیده میشه و امپکت فاکتور و همه موضوعاتش موجود هست. خب تنها این سایت نیست، ما سایت های دیگه هم داریم دوستا. فرض مثال سایتی دیگه به نام یک مثال هست، فرض مثال یک جورنال را به نام جورنال آف مدیسن، جورنال آف ترانزیشنال مدیسن، یکی از جورنال های است که ما را سرچ کردیم. ببینین این هم یکی از سایت های است، جورنال های است که دارای امپکت فاکتور عالی هست. شما میتونین امپکت فاکتور ها را بر علاوه که در سایت بایو اکس بایو پیدا بکنین، ضمناً میتونین خود اما وبسایت جورنال را پیدا بکنین. وقتی که وبسایت جورنال را باز کردین در قسمت معلومات امپکت فاکتورش میتونین که جورنال ما در سال 2022 که تا بالا 23 اپدیت نشده دارای امپکت فاکتور 7.4 بودن. یک راهش را گفتیم که میتونیم با bioxbio.com پیدا بکنیم. دیگهش هست ما میتونیم مستقیم اما اگر نام جورنال را داریم مستقیم سایت شواز میکنیم، در اونجا امپکت فاکتورش نشته میباشه. دیگه گفتیم که قبلا هر سال و یا دو سال توماس روتر که مربوط ویب اپ ساینس هست لیست از جورنال هایی که داره امپکت فاکتور هست و را نشر میکنه. این را میتونین در گوگل سرچ بکنین که توماس روتر لیست، بعدا لیست را براتون پیدا میکنه. لینک شما در یوتیوب خود در دسکریپشن قرار میتونم، شما میتونین لینکش را پیدا بکنین و
لیست های اپدیت شده از او را به دسترس داشته باشیم. با فرض مثال من لینکش مستقیم باز میکنم، ببینین وقتی که لینک از او را ما باز کردیم همه جورنال هایی که داره امپکت فاکتور هست در اینجا نوشته هست و مستقیم سایت هایش هم داره. فرض مثال یکی از یار ما باز میکنیم، فرض مثال اینی جورنال را باز میکنیم ببینیم که دارای کدام امپکت فاکتور هست، چی جورنال هست، محاسبه از او چه قسم هست. یکی از جورنال های است که در اینجا ببینین امپکت فاکتورش در ویب اپ ساینس 4.009 بوده و در گوگل سکالر دارای 118 ایچ اندکس بوده. اگر در مورد ایچ اندکس معلومات ندارین و یوتیوب چینل ما مراجعه بکنین، ما ویدیوی را در مورد ایچ اندکس گذاشتیم. امپکت فاکتورش در پایگاه سکوپاس 3.151 بوده. به این شکل ما میتونیم دوستا جورنال های خود را پیدا بکنیم و امپکت فاکتورش را ببینیم. و اگر در مورد Q1, Q2, Q3, Q4 جورنال ها میخواین معلومات پیدا بکنین، ویدیو جداگانی را در این مورد ما ساختیم، میتونین ویدیوش را ببینین و موضوعات زیادی که در مورد جورنال ها قرار است ما ریکارد بکنم، معلومات در مورد SCI، تفاوت های ویب اپ ساینس سکوپاس، کلاریفیت انالیتیکس چی هست، ویب اپ ساینس، دومت روتر، پاپ میت، ارکایدی، دوای، IEEE، همین موارد را شما میتونین در چینل یوتیوب لرنینگ ویت قانی پیدا بکنین و مواردی که پیشتان گم مانده سوال داشته باشین حتما در کامنت بگذارین تا در اون مورد ما براتون ویدیوهای را بسازم. سلامت باشین.